سلام و درود به همه شما بینندگان عزیز و همراهان همیشگی پیک شادی. با سلام و وقت همگی به خیر. بابک. بله. همچه خسته به نظر میرسه. انگار مثلا میگن طرف کوه کنده، درگیری یه کار عظیمی بودی، یه کار سنگینی بودی. چیه داستان؟ ای کاش کوه میکندم. یعنی واقعا انگار معلومه. آره داد میزنه. یک هفته است من با یه تیم از مترجمین زبان، با گوگل ترانسلیت، با انواع اقسام هوش مصنوعی که اومده به بازار جمع شدیم که یه جمله این امیر عبداللهیانه که تو سازمان ملل گفته که مثلا انگلیسی بوده ترجمه کنیم. نگاه کن این جمله رو. کدوم جمله؟ از اینا زیاد داره. از این جمله نه آخریش. آخریش shows that stopping the genocide in Gaza is it main key to is it is the main key to the restoration of security to the region. این الان دقیقاً چی گفت؟ ببین من میگم که یک هفته از کار ما صبح تا شب اینه که این سه جیه جمله رو ترجمه کنیم، اونم با این ترکیب نتونستیم. بعد تو میخوای با یه بار خوندن متوجه بشی. بالاخره مترجم ویژه کامنت رفته انرژی گذاشته از این جمله به اصطلاح انگلیسی رمزگشایی کرده شده این. بفرما. Shows that stopping the genocide in Gaza. Shows that stopping genocide In Gaza. Is it main key to? Is the main key? Is the main key to the restoration? To the restoration of security to the region. Mr. President, Your Excellencies. Netanyahu seeks his own political life in war. Netanyahu seeks his own political life in war. And the survival of the Israeli regime relies on regional crisis. And the survival of the Israeli regime relies on regional crisis. And spilling over of conflict. And spilling over of conflict. Islamic Republic of Iran strongly supports security in the region. Islamic Republic of Iran strongly supports security in the region. Thank you, Mr. President. عجب. ولی بابک تو هم توقعهایی داری یا بابا؟ خب زبان انگلیسی زبان مادریش که این سخته دیگه، اونم توی جمعی بخواد انگلیسی صحبت کنه. آره دیگه واقعا سخته. زبان خودش خیلی خوب. این کلیپ این هموطنمون نگاه کن، هموطن ماهی فروشمون چه جور مثل بلبل صحبت میکنه. اینو دیگه چی میگه؟ Hi. How you doing? Hi, good morning. How you doing, sir? Welcome. It's Saturday. We began today, the weekdays of the week, with our, you know, new shipment, which has just arrived from Hendijan port. You see the Kubia one, and you see the grouper. It's a fresh just catch last night. And the Sivas fish, and the carp, and, you know, red mullet, and the grouper, and the other fish, which the shrimp. الحق و الانصاف قشنگ صحبت کرد. ولی خب این ببینی استثنائه، مثلا ما که نمیدونیم، شاید این اصلا تو انگلیس بزرگ شده، شاید تو آمریکا بزرگ شده. استثنائه. آره دیگه زمانه. از اون سر ایران میایم این سر ایران جنوب شرقی. این هموطن بلوچمون رو دیگه چی میگه؟ We brought many things from everywhere, many places, to show the people everywhere, you understand. And we have this all the things we brought it here is we it's handmade. این هم استثنائه. نه خب ببین اینا دارن حرفای معمولی میزنن، اون داره راجع به ماهی صحبت میکنه، حرف محاوره ای میزنن.
این فرق میکنه مثلا با اصطلاحات دیپلماتیک، ادبیات سیاسی. خب اون سخت‌تر، اون هر کسی های حرفت وای میسی نمیشه که، ساده نیستیه. یعنی میگی چون متن دیپلماتیک بود سخت؟ آره دیگه. همین متن دیپلماتیک رو ببینین کودک هموطنمون 7-8 ساله چطوری میخونه، اینو دیگه چون میگی. Main key to the restoration of security to the region. Mr. President, your excellencies, Netanyahu seeks his own political life and world in the survival of Israel. این الان همین متن بود؟ دقیقا همون متن بود. خب این بابک، یه چیزی که تو بهش عنایت نداری اینه که بابا این امیر عبدالله یعنی اصلا کی وقت کرده که بره کلاس زبان؟ این یا تو لبنان داشته بمب میترکونده، یا تو یمن داشته آموزش ترور میداده، یا تو بغداد بوده فرصت کلاس زبان رفتن پیدا نکرده که. اینا کارای روزش بوده. شبا هم خواب میدیده که قاسم سلیمانی میاد میگه که من از کجا برید که تو کمین نرفتید. خب دیگه ببین، تو که اینقدر تسلیدی به زبان انگلیسی، این چرا یه ذره توجه نمی‌کنی به زبان بدنش؟ بله بله. ببین این مگه ندیدی تو ملاقات‌ها چه جوری پا رو پا میندازه؟ بادی لنگویج پاش میندازه رو پای. بادی لنگویج میاد. الان بیا این عکسش رو نگاه کن. این عکسش بعد از همین سخنرانیه. زبان بدن رو ببین تو. زبان بدن. یه چیز خودمونی بگم. الان که پاپ زب نمیشه بگم. ببین اون ضرور مثل بود، میگفتن هر چی زشت در بازیش بیشتر، اون عوض شد، میگن از زرافه هر چی درازتر لنگاش درازتر. اون چه وضعیت بدنیه؟ حالا که صحبت به اینجا رسید، تو اینقدر کلیپ رو کردی، یه کلیپ هم با هم ببینیم از یک معلم زبان که معلوم از امثال این امیر عبداللهیان خیلی شاکی و خلاصه شکاره. ببینیم با هم. Do you have a pen? Yes, I have. Yes, I have. Yes, I have Nagum. Yes, I do. Is your name Parviz? Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am Nagum. Yes, it is. بابک، فرق بین این نمایش انتخابات رژیم با نمایش انتخابات قبلی رژیم تو چیه به نظرت؟ متوجه نشدی؟ من ممکنه فرقای مختلفی داشته باشه. ببین خامنه ای، نه یه فرق داره. فرق مختلف نداره. خامنه ای جنبندی کرد، اون دفعه یه ریسک بزرگ کرد که رئیسی رو فرستاد با آرای باطله رقابت کنه. که میلیمتری برنده شد. اصلا برنده شد دیگه. این دفعه دید خب ممکنه ریسک این دفعه جواب نده. رئیسی از آرای باطله هم شکست بخوره، رئیسی رو فرستاده با خود رئیسی رقابت کنه. یعنی با هیچی. که مطمئن باشه که حتما سرش رو صاف میندازه میره تو استاب، آخر خودش رو پیدا میکنه. بیا اینم خبرش. اتفاق عجیب در خراسان جنوبی. ابراهیم رئیسی بدون هیچ رقیبی در انتخابات وارد مجلس خبرگان میشود. بدون هیچ رقیبی در انتخابات. مگه میشه همچی چیزی آخه؟ چرا نمیشه؟ آخه اصلا به خامنه‌ای، برای همین میگن رهبر فرزانه. فرزانه در مهندسی انتخابات یه جوری انتخابات برگزار میکنه که رئیسی با هیچی رقابت کنه. آخه مثلا با خود، با ببین مثلا میخواد مناظره کنه، با کی میخواد مناظره کنه؟ با خودش مناظره کنه؟ یعنی واقعا فکر کنم این مشکل برای خامنه‌ای. بیا همینجوری مناظره، عکس نگاه کن، اینجوری مناظره. عکسش هم اومده. آره. مثلا بردش نمونه که طرف با خودش فوتبال بازی کنه. اینم فکرشو کرده. اتفاقا اینم گفته بیا اینم فوتبال لسی یه نفره. از این الهام گرفته. بله بله. نه، این سازنده فوتبال لسی از خامنه الهام گرفته. بس اینطوری. حالا بعد دیدش که توی این داستان نتیجه رقابت بین رئیسی با خودش چی میشه؟ الان فکر کنم خامنه‌ای هر شب کابوس میبینه که نکنه رئیسی از خودش هم شکست بخوره، فضاحت اندر فضاحت بشه، چون این آخوند هر چی ازش بگی برمیاد رئیسی. بله، داستان این نمایش انتخابات رژیم و این کاندیداها و رقابت‌هاشون تو رژیم یه چیزی توی این مایه هاست. Which he won 14 gold medals. خب نوبتی هم که باشه، نوبت
کامنت یک جمله ایه. من تو یه جمله پروسه خوبی نداشتم. میتونیم بکنیم کامنت یک پاراگرافی؟ نه، کامنت یک جمله ای ساده است. ببین یه دونه میمه، این میمو نگاه کن. این از زبون آخوند روحانیه که تو این داستان قیچی شده. اینا نوشته به عنوان رئیس جمهور سابق ازتون میخوام در انتخابات شرکت کنید. اینو چند وقت پیش گفت. بعد عکس بعدی خودم هم رد صلاحیت شدم. خودش کامنت ازن. خودش کامنت باشه. ببین الان رد صلاحیت روحانی برخلاف دوره‌های پیش برای سابقهش نبوده، برای آیندهش بوده. آها، یعنی اون کاری که کرده نبوده، اون کاری که میخواد بکنه. تو بگو چرا؟ ببین الان همه فهمیدن که خامنه ای انقریبه که به دیار ابدی که نه، اون یه جای دیگه درک واصل بشه. برای همین همه خیز برداشتن که خودشونو کنن رهبر. اونم میخواد ولیت خودش کیه؟ مشتبه است. برای اینکه این یارو روحانی بعد مرگ خامنه ای شاخ نشه جلوی رو مشتبه بپیچه، از الان رد صلاحیتش کرد. یعنی برای کارهایی که تو آینده میخواد بکنه رد صلاحیت شده. خودش هم گفته بود دیگه، وارد خبرگان میشن برای تصمیم گیری های مهمی که قراره باشه. اینجوریه پس. بعد رد یه جمله شد، یه جمله و یه پاراگراف. گفتم یه پاراگراف، من یه جمله نمیتونم، یه پاراگراف. بینندگان عزیز، ممنون که این هفته هم با ما همراه بودید و خدا نگهدارتون. خدا حافظ همگی.